سلام، از روز اول زندگی تو لس آنجلس. دیروز ساعت 11 صبح رسیدم. کل روزو با بچه‌ها بیرون بودم، بردن منو نشون دادن کل شهر رو، تقریبا کل شهر که نه، خیلی از جای شهر رو. بعد ساعت 12 اینا اومدم خونه، خوابیدم ساعت 12، 4 صبح بیدار شدم، الانم 7:30 صبح، از 4 صبح تا الان بیدارم. بعد هیچ کاری هم نمیتونستم بکنم، یعنی موبایلم شارژ نداشت، شارژر من نمیخورد به برق اینجا، به پریز اینجا، برای مجبور بودم یه از این سریا بگیرم که تبدیل کنه. ساعت 7 صبحم اولین دلیوریش بود دیگه، همین الان برام آورد ساعت 7:30، گوشمو زدم به شارژ. یعنی دیشب تا حالا، یعنی 4 صبح تا حالا نمیتونستم با گوشیم بربرم چون شارژ نداشتم. صبحونم الان سفارش دادم چون تو خونه هیچ ندارم، حالا بعدم باید برم به خرید خونه. ساندویچ سفارش دادم، اونم فکرم تا 2-3 دقیقه دیگه میرسه. خب اینم از اولین خرید من در این کشور. آداپتور برم سری گوشمو بزنم به شارژ، 3% بیشتر ندارم، دارم دیوونه میشم. خب صبحونم هم رسید، ساندویچ تونای جو اند جوس گرفتم، خیلی دوستش دارم، برم بخورم که دارم گشنگی میمیرم. خب من از اونجایی که به ولاگ هفتگی عادت ندارم، یادم میره، یادم رفته بود که قراره ولاگ بگیرم امروزم، یعنی کلا دیگه براتون ولاگ بگیرم. آخرین ولاگی که گرفتم صبح زود بود، بعد پاشدم و یه ذره رفتم منطقه های این اطراف رو گشتم، رفتم سوپرمارکت ایرانی چند تا خوراکی ایرانی خریدم، الان نشونتون میدم. یه اومدم خونه که بعد بچه ها قراره بیان دنبالم، بریم بیرون. خریدای خیلی مهم من از سوپر ایرانی نون لواش، پنیر لیغوان و ماست موستیر با چای و نبات و اینا، فعلا برای صبحونم، یعنی چیزای صبحونم رو خریدم تا بعدم برم خرید اساسی تر. خب ساعت 5:30 من ناهارم رو گرفتم. اینجا این اروان معروفه به سموتی های هیلی بیبر. من سموتی هیلی بیبر رو تو ترکیه خورده بودم، یه رستوران آورده بود، ولی خب اینم اصلشه دیگه. حالا بعد برم، الان اوردر ندادم تو خونه، گفتم برم اونجا بگیرم سموتیشو، ولی غذاهاش هم شنیدم خوبه. من بیف گرفتم و با کلم سفید و بروکولی. بریم ببینیم چه جوری گشتم شده دیگه. بعد آها اینو میخواستم نشونتون بدم، شما نگاه کنی، ساعت 5:30 بعد از ظهر هوا اینه، خیلی زود هوا تاریک میشه، برام جالبه. ما قرار بود امروز با بچه‌ها قرار بود برن ماشین ریوکا رو بگیرن، احتمالاً چون این ویدیو هفته دیگه میاد دیگه الان من میتونم لو بدم، ماشین ریوکا رو تحویل بگیرن، خیلی هم ناز ماشینش. حالا احتمالاً الان که اینو دیدین ویدیوشو، ماشینشو، برای کارش خیلی طول کشید، یعنی از صبح تا الان اونجا، واسه همین دیگه گفتم نمیخواد بیاین الان اوسی ان دیگه. بچه‌ها گفتم دیگه الان از اوسی پا نشین بیاین اینجا، منم امروز بشینم یه سر و سامونی به چمدونام بدم، الان بهتون وضعیت چمدونا نشون میدم، یه سر و سامونی به اونا بدم دیگه، فردا فرش از روز بریم با هم دیگه بیرون. خب این الان وضعیت اسفناک اتاق منه، میخوام بشنم الان همه رو بذارم تو کمد. ببین اینجوری نگاه نکنم، شاید اینجوری به نظر کم باشه تعداد لباسا، تا جایی که میشده چپوندم، یعنی پره دیگه، پر، یعنی اصلا هزاران تا لباس و کفش و کیف و اینا الان این توه. حالا دیگه اب نداره دیگه، شروع کنیم. ببین یه چیزی راجع به آب و هوای الی بهت بگم، خیلی جالبه. الان که شبه، من بخاری روشن، میگم بخاری شومینه روشن کردم، هوا سرد شده، یعنی در حدی که میچسبه تو خونه، ولی صبح کولر زده بودم تو خونه، یعنی تو ببین چقدر تناقض داره هوا. خب آخه تمیز مرتب شد، حالا فعلا بچه اونا رو بردارم. فقط چیدم اینا رو، وسایل رو اینا رو هم پر کردم دیگه، تا حدودی فعلا مرتب شدم، از شهر اون دیوونه خونه چمدونی خلاص شدم. صبح بخیر از روز سوم زندگی در لس آنجلس. دیشب خوابم درست شد. ساعت 12 شب خوابیدم، الان ساعت 9 صبح از خواب بیدار شدم، یه صبحونه بخورم و روز رو شروع کنیم. این گلدون آب بده. واقعا هوا بی نظیره، این موقع از سال آفتاب سوزانیه که اصلا نگم براتون.
واقعا هوا نازه. آفتاب رو ببین تو فقط جان، تو این موقع از سال آفتاب به این گرمی همیشه آرزون بود. توی جای زندگی کنم که همیشه گرم باشه. الان تو استانبول رگبار و تگرگ و بارونه من زیر این آفتابا. باشه آفتابا. دو تا موضوع، اینی که سشوارم دایسونم اینجا کار نمی کنه. واتش زیاده، وات برقی اروپا واسه اینجا زیاده. حالا یا باید برم به خود دایسون اینجا بدم ببینم میتونم برم عوضش کنم یا نه، اگه عوض نکنن باید از اول بخرم و این خیلی بده. بعد این که رفتم حموم، یعنی موهام نتونستم خوش کنم، خیس موهام، حالا دیگه چاره ندارم، دیگه کاری نمیتونم بکنم. آماده شدم الان ربکا اینا دارم میام دنبالم. بچه ها ربکا یه ماشینی خریده، اینقدر جیگره ماشینش، رسما جیگره. دیگه داریم میایم اولین، تازه همین امروز گرفته ماشین رو سوار شد داره میاد دنبال من. اولین خدایا ماشینشو خیلی خوشگله. فلکه کو؟ نه نگرفته فلکه رو. وای خیلی نازه، چقدر بزنی رخش جدیدش. اصلا از تو این شهر رو دیدن یه طور دیگه میچسبه. بچه ها از نازبلا پیاده شدیم اومدیم الان رستوران شمشیری از ایرانی بزنیم. نگاش کن چیزا تو ببینم سوی چه تونشون بده؟ سید کردم با صندلی باشی. خیلی نازه، قربون قرتیت برم. بریم غذا ایرانی بزنیم در شمشیری. اینجا دقیقا همون منطقه‌ای که دیروز اومدم سوپرمارکت ایرانی و اینا، خیلی باحاله. ما تو استانبول سال اصلا با اگه استانبول انقدر نزدیک به ایران و پر ایرانیه، مثلا بر ایرانی نداشتی؟ بر رستوران ایرانی پدرمون در یه رستوران داشتیم. جا؟ البته همه جای آمریکا انقدر رستوران ایرانی نداره. خیلی خیلی حال میده خدایی. بچه ها وای، من غذا نمیخورم. تر دیگه قوره بادمجون و تر دیگه قرمه سبزی. بچه ها رفتم دستشویی، بعد زیپ دامنم دیگه نمیاد بالا. یه خانم تو دستشویی گیر داده، زیپو نبندی لخ برو بیرون سیسیه. خواهیش بیا بیا خطیبی من خواهیش بیا خطیبی در روز سیمه با امریکا. بچه ها رفتیم بار و اینا، بعد الان اومدیم. من عاشق پلیس امریکام، تو رو خدا میتونم نازم حالا بهشون سلامت بهشون گفتم سکسی کردم. خلاص اومدیم الان بعدش اومدیم که پیزا بخوریم. دید که گشته این همه گفتیم نه و اینا. آره همه هم گفتیم همه که اسلایت پیزا رو بخوریم همه بعد خورد به دواقشون همه برسشون. خیلی هم با من از دست مغازش. Guys, what do you want? I'll give you your name. Yeah. Amerika سایز الان ببینیم. واقعا. نخور دیگه. عکس نگرفتیم مثل موش خوردی اون. سلام به نازنین دلای من از روز چهارم. باز من امروز صبح ساعت 6 صبح از خواب بیدار شدم. البته یه چیزی بگم، من خیلی دوست دارم که این عادت روم بمونه، بعدم نمیاد اصلا که این عادت صبح زود. حالا 4 صبح نه، ولی 6 صبح هم نه، ولی اگه 7 صبح پاشم روزا و برای خودم یه برنامه تنظیم کنم که مثلا 7 صبح که بیدار میشم بیام. البته 7 صبح چون یه ذره سرده هنوز، به هی آدم بهونه میاره، ولی دارم میخواد یه روتینی درست کنم که مثلا 7 صبح که پاشم مثلا ورزشمو بکنم یا بیام بیرون راه برم که این روتینه برام درست بشه. چون تا اونجایی که فهمیدم تو این 4 روز اینجا زندگی خیلی زود شروع میشه، چون که شب زود تاریک میشه، برای همین واقعا ساعت 6 صبح بیدار میشن آدم و زندگی شروع میشه. دوست دارم که این عادت بمونه روم. حالا الان به خاطر جت لگ زود پا میشم، ولی خوبه که عادت کنم. هیچی سرتو درد نگیرم. صبح پاشدم اگه صبحونه خوردم و الان آماده شدم اومدم میخوام برم سیم کارت بگیرم. هنوز سیم کارت نگرفتم. یه سری خرت و پرت ریزمیز با
واسه چیز آرایش بهداشتی و اینا دیگه من از ترکیه بی خودی بار سنگینی نبرم، گفتم اینجا میخرم دیگه، برم اونا رو بخرم. فعلا همینه برنامه. این سمت هم اولین باره دارم پیاده میام. اون دفعه که پیاده رفتم اطراف خونه اون سمت رفتم، دفعه دارم به این سمت دورم. حالا ببینیم چجوریه اینجا. واقعا خیلی خیابوناش خوشگله. من اومدم اینجا الان سیم کارت بگیرم تی موبایل. خب بسته بود اینجا، روشم زده که دو تا شعبهشون زده فقط بازه، که اون دو تا شعبه الان به من خیلی دوره. راه کنم این سیم کارت انگار تلسی شده. دیروزم قرار بود برم با رزاینا و ربکاینا بگیرم ولی نرسیدی، ولی حتما باید بگیرم، خیلی مهمه، سیم کارت ندارم. بذار یه دونه یه سیم کارت دیگه از یه شرکت دیگه ببینم نزدیک من کجا هست. آها میدونی چی فهمیدم؟ مغازه‌های اطراف من که بسته است میگم زده کلوز، به خاطر اینکه 10 صبح مغازه ها باز میشه. من که چند دقیقه پیش داشتم تو همین ولاگ میگفتم اینجا زندگی خیلی زود شروع میشه، آدم خیلی خوبه که زود بیدار شه، 10 صبح مغازه ها باز میشه، چقدر دیر. تونم برم یه کافی چیزی بخورم این اطراف تا 10 شه. خانوش نگاه میکرد تو دوربین من تا ساعت 10 بشه و برم بگیرم سیم کارت دیگه. خب کافیمو گرفتم ولی دارم میرم به سمت مغازه خنزر پنزر فروشی. فکر کنم امروز نمیتونم کار سیم کارتمو انجام بدم چون این مغازه‌ای که اینجا بود کلا بسته بود. اونایی هم که 10 صبح باز میکنه اونقدر نزدیک نیست، حوصله ندارم برم. بچه اینجا تو آمریکا خیلی بامزه است، زیاد میبینم از مغازه‌هایی که همین سایکیکاست حساب اومد اینجا، همون فالگیرای خودمونه ولی قشنگ به طور رسمی مغازه دارن همشون، خیلی بامزه است. خب اینجا که من میخوام الان برم اینه CVS فارمسی، محصولات داروخانه ای داره، هم لوازم آرایشی داروخانه ای هم چیزای داروخانه ای. من چند تا قرص مرس میخوام و چند تا خنزر پردار بهداشتی. ببین طعم اینجا خیلی طعم فرق میکنه، مثلا کوکاکولاش مزهش با کوکاکولا که تو استانبول فرق میکنه. مثلا حتی استانبول به دبی هم اینجوری بودا، چیزایی که تو دبی بود طعمش خیلی بهتر از استانبول بود. الان مال آمریکا یه ذره همه چی شیرین تر از حالت عادیه، یعنی مثلا کوکاکولاش شیرین تر از عادیه، کافی شیرین تره. زون کافی که همیشه میگیرم طعمش خیلی شیرین تر از بقیه جاهاست. بچه اینجا داروخانه است، خیلی داروخانه هاشون کامله، همه چی داره، فقط مثلا قسمت داروهاش که نسخه ای اونجاست دیگه، این ور همه چی داره. چیز دیگه ای که جالبه توی آمریکا همه چی اندازه سایز قولیه، مثلا بروفن رو نگاه کن، مثلا اونجا فقط نهایتا چیزای انقدی داریم. 20,000 تاست، خیلی همه چی گنده است. استامینوفن رو نگاه، 100,000 تا استامینوفنه، مثلا ما انقدی میفروشیم. خب خریدامو کردم ولی باید برم اینا رو بذارم خونه چون دیگه دستم پره. خب من اومدم خونه، یه چورتی زدم و خسته بودم، یه ساعتی خوابیدم، بعد پاشدم آماده شدم. الان زک و میلا اومدن دنبالم، ربکا و رزاینا نمیتونستن دیگه امروز بیان این بر، قرار شد فردا بیان این بر. دیگه بچه ها زحمت کشتن اومدن دنبالم، بریم این برانوری رو از لباسم. خیلی خوشگله این لباسه، بلا بارنته، یعنی برام واسه تبلیغات فرستاده بود، همیشه میفرسته باش کار میکنم. این یکی از خوشگله این لباساشو که تالا ازش گرفتم، خیلی خوشم میاد ازش. میطوری برم که پایینن بچه ها. بچه های آقای زوکو هستن، معرفی نکرد، حتما دیدین تو ویدیوهای ربکا، خیلی کیوته، مثل عروسکی. داریم کاریوکه میکنیم. توی تموم جونم نباس فرق عوض بکنم. That's so good! Is this like everyday situation? Like, yes, everyday.
اومدیم وبسایت ریوالو الان برای هالیدی یه دونه مغازه گذاشته اینجا. اومدیم ببینیم با بچه ها. اینا نگاه کن، این نازنین دل رو نگاه کن. جدیدن این شلوارک های اینجوری خیلی ترند شده، با جوراب شلواری میشه پوشید، خوشم میاد، ولی نمیدونم هنوز آماده هستم یا نه برای پوشش این. خیلی خوشگل، خوش رنگ. این لالالند ماچه هاش خیلی معروفه دیگه، از طرفش مشخصه دیگه چقدر معروفه. راسته این کیفای الو خوبه، اووردم من، میخواستم نیارم از استانبول، همه یه دونه از اینا تو دستشونه و من تو استانبول اینجور بودم که به دردم نمیخوره نیارمش، ولی خوبصد اووردم. حالا به هر حال داریم میریم الان ماچه بخوریم در لالالند. همچنان تو صفیم برای گرفتن ماچه. یه دونه کاسانه همین چیز گرفتم، بچه هم همینطور. ببینیم چه جوریه. این هم از ماچا، من استرابری ماچا گرفتم. بعد این نیش رو نگاه کن چه بامزه است، نیش نبیدی بلکش قلبه. خب میلا منو رسون خونه، یه ذره خونه بودم و یه لباسه گرمتر پوشیدم، امروز هوا ابری یه ذره سرده، میخوام دوباره برم به سمت سیم کارتی دیگه، امیدوارم این دفعه باز باشه دیگه. اینجا نگاه کن زده میدون ایرانی ها، پرژن سکوه، فکر کنم همون جایی که منطقه ایرانی ها میشه، مغازه اون ایرانی هست فکر کنم. خب سیم کارت هم بالاخره گرفتم از این تی موبایل، حالا الان بهتون میگم چه جوری شرایطش. خب برای کسایی که بخوان اینجا اولین بار سیم کارت بگیرن میتونین بیان اینجا، پکیج داره، سه تا پکیج داره، یکیش 40 دلاریه، یکیش 50 دلاریه، یکیش 60 دلاریه. 40 دلاری اینترنت محدود داره، 50 دلاری اینترنت نامحدود داره، 60 دلاری نامحدود ولی میتونی هات اسپات هم بدی به کسی. من اون 50 دلاری رو انتخاب کردم که اینترنت نامحدود ماهی 50 دلار خودش حساب از حسابم کم میکنه، یعنی زنگ و اس ام اس و اینترنت نامحدود. آها یه چیز دیگه هم که اینجا خیلی مهمه، اگه می‌خواید سیم کارت بگیرید باید حواستون باشه، اینه که اریا کدی که انتخاب می‌کنید باید خوب باشه، یا مثلا کد هر منطقه فرق میکنه دیگه، یا مثلا منطقه بعد بهتون نفروشن. خب امشب شام نوبت مکدونالد بود، میخوام ببینم که خیلی برام جالب بود که مکدونالد اینجا چه مزه‌ای میده، حتما باید خوشمزه تر از استانبول اینا باشه مزه‌اش، ببینیم امتحان کنیم. این هوا هوایی نیست که ما با لس آنجلس عهد بسته بودیم، این هوا هوای استانبوله. باورم نمیشه، یعنی دو سه روز اول یه جوری آفتاب میزد اینجا من از خواب میپریدم از شدت آفتاب، الان قشنگ هوای استانبوله، اون هوای گرفته و ابری و دلگیر، یعنی چی واقعا. خب بچه ها اومدن دنبالم، بریم قراره خونه ببینیم بچه ها. خب الان دیگه آره بریم بچه ها خونه ببینن، بچه ها خود رو دوربین خب بیار اینجا سلام بدم من بس. این من باشه تو تصویر هستم. سلام بچه ها چطوری خوبی این ردیفی؟ لاغ هفتگیه. اه هفتگیه برای بچه رنگ و نگاه پسر رنگ و بچه ها دیگه دیتیل های خونه ها رو تو ولاگ های خود بچه ها ببینیم، من دیتیل خونه نمیذارم ولی این اولی خونه که دیدیم خیلی خوشگل بود. من خیلی خوشم اومد، هم تر و تمیز هم خیلی منطقه خوبی بود، منطقه خیلی خوبه، خونه خیلی خوبه، جادار مادار هم هست قشنگ براشون، چون بچه ها جا زیاد براشون مهمه. من خوشم اومد، عالی بود. من منطقهش هم خیلی دوست داشتم، بذاریم ببینم همینو برین تو کارش به نظرم ناز بود. بعد تا جایی هم که یاسی هستی یه بالکن هم بچه اینجا داریم، این بالکن که خیلی خوبه، یه بالکن هم از اتاقه میاد بله خیلی باحاله اینجا، خوشگله. اومدیم خونه دوم، بیرونش قشنگ سبک منه، قشنگ از این خونه هست که سبک منه، شبیه خونه های اسپانیایی اسپانیست. آره آره آفرین. حالا بریم توش رو ببینیم چه جوریه. سفید آبی بود میشد شبیه چیز گویستور میشه. خیلی خوشگله بچه ها، انقدر این خونه قشنگه که نمیدونم چه جوریه تو بگم، ولی خب پله خیلی زیاد داشت تا به ورودیش، ولی خیلی خونه خوشگله، میبینی این شکلیه جستب که منه توشم نوه همه. خب اومدیم خونه سوم، از این خونه هاست که قشنگ سبک ربکاه، قبلی من بودم این ربکاه، خیلی خوشگله ولی
نازه خیلی بیرونش. خب ما اومدیم سوپرمارکت اروان که سموتی هیلی بیبر رو داره. بعد دیگه خیلی معروف شده دیگه. بعد کلن این سوپرمارکت اروان خیلی چیزای سالم و هلسی و این چیزا داره، ارگانیک و اینا، خیلی چیزاش این سبکی. حالا من یه بار باید بیام برای خونه خرید کنم، خرید خونه رو باید بیام انجام بدم. سوپرمارکت باحالیه، خیلی همه چی داره، همه چیز سالم و خوب. نگاه کن تو انواع و اقسام در رنگ ها و طعم های مختلف و همه چی سالم. با حال سوپرمارکتش بعد واسه ببین. آها بعد غذاهاش هم اون دفعه گرفتم، نه ولاگ تو ولاگ گرفتم، یه دفعه هم غذاشو گرفتم، غذاش هم خوب بود، سالم بود. خیلی دیگه تنوع زیاده. فکر مثلا یه ولاگ بیام از اینجا بگیرم چون خیلی سوپرمارکت جالبیه. اینها اینم خواب گرفتیم. اسموتی جک هم خیلی اسموتی جک خیلی. خب بچه ها ما قرار شدش که ناهارشو نمیرسیم بین خونه دیدن بریم رستوران، از همینجا سوشی هم ورداریم غذامون هم بخوریم. من این انتخاب کردم، ربکا مشغوله. ربکا که یه دونه ایچ وقت سارا هم همینطور. ربکا همیشه پرپر پیگو میزنه. خب سوشی همونو گرفتیم، بریم حمله کنیم بهش. بادم میاد سرده یه زده، حتی اینم خوردیم سردتر شد. بچه ها رضا گفت سوشی واسه چی میخواییم بگیرین آخه روی بستنی و سموتی ها. من که نمیخورم. بعد ما هم میگفتیم باشه ما هم بد نمیدیم، نمیدیم تحدید زیاد داره. همه ما حالمون بد شد. آخه راست میگه رو شیر و بستنی و اینا چی میره سوشی میگیره؟ نگه حالا خراب، اوضاعمون خراب شد، خراب میمیرم برای این تزنه ای که میکنم واسه کریسمس. خب اومدیم شاپینگ مال وستین، این هم یکی از شاپینگ مالای خوبشه. باحاله. اومدیم یه ذره خرید مرید. خب توی همین شاپینگ مال اومدیم رستوران هاویر. زک و میلان به ما پیوستن، داریم میریم اینجا بشینیم یه چیزی بخوریم. خوشگله خیلی، فضاش رستوران مکزیکیه. بچا انقدر غذاها خوشمزه است که اصلا نمیدونیم از چی بخوریم. غذای مکزیکی واقعا میچسبه. خب من اومدم خونه و شومینه رو روشن کردم، خیلی میچسبه شومینه تو این هوا. فردا میشه یک هفته که من اینجام، باورم نمیشه خیلی زود گذشته یه هفته. همش دلم میخواد برگردم عقب اون روز اولم، تکرارش اون ذوق هیجانی که داشتم دیگه. همین، حالا فردا روز آخر این ولاگه، بریم ببینیم که چی کارا قراره بکنیم. شب بخیر. خب امروز دقیقا یک هفته شد، من هفته پیش سه شنبه 11 صبح رسیدم به اینجا، برای دقیقا یک هفته شد که من اینجا. اگه بخوام از هفته اول براتون بگم که حالا علاوه برام هیجان و ذوق و همه اینایی که خب شما دیدین، یه بخشی هم وجود داره که شما معمولا نمیبینین و اون بخش استرس و بخش این دوباره از نو شروع کردن است که خب معمولا تو سوشال میدیا کسی نشون نمیده، به خاطر اینکه خب مثلا چی آدم مثلا دوربینو برداره جلوش بذاره بگه وای من استرس دارم الان باید چیکار کنم فلان، خیلی فکر نمیکنم مثلا کسی مخاطبم دلش بخواد ببینه، برای همین معمولا فقط بخش خوشحالیشو همه میبینن. خب بالاخره مرحله سختیه دیگه. من البته دومین بارم بود که مهاجرت میکردم، اول استانبول بودم که میدونین قطعا و الان از استانبول اومدم اینجا، ولی خیلی برام فرق میکرد چون من روزی که رفتم استانبول، روزی که تصمیم گرفتم کامل برم استانبول، من از 5 سال قبلش مدام استانبول بودم، خونه داشتیم اونجا، من مثلا میرفتم سه ماه میموندم اما کامل نیومده بودم اونجا زندگی کنم، ایران بودم و استانبول. ولی خب روزی که تصمیم گرفتم کامل بیام، یعنی همه چی آماده بود برام، خانوادم بود، خونه بود، همه چی بود، همه جا بلد بودم، چیز جدیدی برام نبود اینجا، ولی خب همه چی از صفر بود. یعنی روزی که من اومدم هفته پیش، البته خب من آدمیم که هر جایی میخوام، من حتی سفرم میخوام برم انقدر میرم سرچ راجعش میکنم، همه چیشو یاد میگیرم. اینجا هم تو اینترنت یاد گرفته بودم، مثلا وقتی که رسیدم منطقه ها رو همه رو بلد بودم، ولی خب به هر حال دیگه، به هر حال یه جای جدید، یه دنیای جدیده و خب خیلی فرق میکنه دیگه. البته خب من دوستایی داشتم که کمکم کردن، رضا، ربکا، همه اینا وجودشون باعث شد که خیلی راحت تر بشه اومدن من. یعنی اگه مثلا انقدر سخت بود اومدنم به آمریکا، بچه ها انقدر سختش،
یعنی وجودشون خیلی تاثیر داره. مثلا خانواده ما همه ایرانی‌ها یه سری خانواده‌هایی داریم که همیشه آمریکا هستن. آمریکا خیلی ایرانی زیاد داره و همه یه سری اقوام داریم. و خب حضور اونا، بودن اونا مثلا جایی که الان من اومدم خیلی کمک کرد دیگه. یعنی اصلا خدایش کمک زیاد بود، ولی خب سختی راه هم هست. سختی از نو شروع کردن، سختی دوباره همه چی از صفر شروع کردن و مثلا حالا شما از کوچیک‌ترین چیز گرفتن گواهینامه، گرفتن ماشین، گرفتن خونه، گرفتن حساب بانکی باز کردن، همه اینا دیگه دوباره از اول جا بره تا تو دوباره جا بیافتی تو اون جایی که هست. خلاصه که هفته اول که خیلی هفته شادی بود، همش بیشتر داشتم آشنا می‌شدم با محیط اطرافم تا ببینیم ادامه راه چی میشه دیگه. شما تو این مسیر مهاجرت دوم با من همراه خواهید بود. اینا رباتای دلیوری غذاست. غذا تو اینا میره، واسه خودش عین یک انسان میره به دم خونه، آدرس اینو تحویل میده. خیلی بامزه است. خب الان سر اوبر شدم که برم سمت یه شاپینگ مال. چند تا خرید دارم و یکی شاپینگ مال سربست است. مثل شاپینگ مالایی که دیروز پریروز رفتیم سرباز نیست. اسمش بیوردی سنتره. برم ببینم چی داره. بچه ها واقعا سفره های ترکیه نسبت به سفره اینجا شوخیه. خیلی کامل و خوبه همه چیش. من اینجا سکته خواهم کرد. خب من اومدم خونه، یه سری خرید پرید کردم، ریزه پیزه. چند تا لباس خواب خریدم. لباس خواب به خودم هیچی نبرم، دو دست آوردم فقط که اینجا بخرم. بعد دیگه الان گوشنم بود. البته همین الان ساندویچ تونا گرفته بودم، از صبح یه ذره شد، دو تا گاز دادم رفتم بیرون، مونده بود، همینو خوردم ولی باز گوشنم بود. میدونی حواس تدیگه ایرانی کردم. بعد یه رستوران پیدا کردم توی چیز، همین اوبر ایتس، دیدم از این تدیگا داره، سفارش دادم بیاد، منتظرم اون بیاد. ببین صد بار فکر کنم اینو تا حالا گفتم، ولی بازم میخوام بگم تو استانبول هیچ آپشن غذا ایرانی ما نداشتیم. یه دونه غذا رستوران ریحون بود که کیفیتش خوب بود، چند تا دیگه رستوران بود ولی اصلا کیفیت خوب نبود، ولی خیلی محدود بود. اینجا فقط توی اپلیکیشن که میزنی غذا ایرانی هزار تا برات میاره. حالا میخوام دونه دونه امتحان کنم، ولی شما تعدیگو ببین، وای تعدیگ گرفتم با قیمه. همین الان هم سادش خوردم ولی نمیدونم چرا خیلی حواس کردم، با زیتون پرورده و دوغ محلی. یام وقتی یکی دلش واسه ترکیه تنگ شده. سریال ترکیمو گذاشتم دارم نگاه میکنم. امشبم خیلی ملو و ریلکس به پایان میرسونیم و در ولاگ های بعدی شما رو خواهم دید. منتظر ولاگ های هفتگی دیگه باشید. این بود از هفته اول من در لس آنجلس. دوستتون دارم. ماچ برمتون.